چند سال در آسیا کار میکنه؟ در آسیا از وقتی که می آسیا ها چیشیه که ما ماشیدار بیاییم خود حاجی عبدالرحمن و کارا و میدین هم رفتیم و گسپند و چیز مبردیم ما همی آسیا ها ویل نکردم نگو الان اینا همه به نام ما ثبت جهانی نه دولت امسال من نرفته مثل که الله بارون را از ما گرفته بارتون به وجود گرفته. آقای محمد علی اعتباری به عنوان قدیمی ترین آسیابان ایران معرفی شده و ایشان در فهرست میراث زنده بشری نیز معرفی شده. حاجی شما اینجا آسیاب داره؟ آسیاب یک و دو و سه و چهار سازمان یک دو بر الان که دیگه کار نمیکنه نه؟ نه کار نبود بنام بود. قبلا چجوری بود؟ قبلا چقدر کار میکرد؟ قبلا ای بادا بود هر سنگ آرد نمیکنه هر بادم بیا آسیاب بنامچرخونه که با چرخو آرد بدر کنه آرد از اینجا حساب کنه از همی آسیا ها از شهر قاین از خود افغانستان ما خودمو گندم از افغانستان دفعه شدار بیادن که آرد کردم که ببردن در افغانستان مصرف قبلنا اینجا همینجا 40 تا آسیا بوده 40 تا تا نفر در این کار میکرده کار میکردن که همی تمام همی چیز هومه همی هومه تا قلعه رشخار و تا شهر قاین و تا اینا همه از همینجا 4 تا آسیا آبیدش که زمستون چیز اونا همو آبیا میداد و تاوستون اینا که باد میره او آبیا جمع شد الان؟ او آبیا ها اینا هم که دیگه کاری نمیکنه اینا خب باد نیست اگر باد بشه و کسی بشه که اینا رو بچه خونه الان ما او اسیا ما مطل باده هر زمان چیزی که ما او زحمتار بکشه یه مهمی اسیا ها میبینه که پره های اینا ده اینجا چیز هستن همی پیرمرده که میبینه همی نگهداری کرده اینا رو همو ره ها رو مرفتم اینا رو نگهداری میکردم اگر شما نگهداری نمیکردی که الان نمومد خب نه دیگه همه باد مبرد کن و خاک مبرد کن و همه این چلویایی که هر آن به دو آمده دن همه رو اینا رو پر و پیر میکردن حاجی اون موقع چقدر میگرفتین گندم مردم آرد کنی؟ پولش چقدر میشد؟ پولو هر ده کیلو هر ده کیلو یک کیلو موز که آرد میکردن پاک کو گندم رو پاک کنم و چیز کنم و زحمت چقدر مردم پول میدادن به شما؟ پول از کجا بود؟ پول نمیگرفتی آجی؟ پول نه بود پول چیشه بود؟ از همینجا به تربت هیدریه خود ما از همینجا به تربت هیدریه خود ما بس صد یک تومانی دو طبقه گوسفند بار میکردم و بردم به تربت هیدریه ما بردم به موشد به صد یک پول نبود این سنگ که میبینه این کارخانه داره در اینجا ایرمنان با کننگ مکنن زمین ها اینجوری اینجور گو میکنن اینجور گوت میکنن با کننگ که مطابق همی چیز میشه بعد از او که مطابق این گوت شد کلنگ با همون کلنگ ها هر کلنگ 3 کیلو نه پولاد و همی زر میزنن این سنگ با امر خدا سنگ خدا سنگ از زمین حرکت میکنن بعدن این چیز میکنن و او وسط او گلو میگیم
اون گلی مدهن و چیز میکنن که بعدی میله بهش وزش آه. از اونجا بعدن یک پل 4 متریه میارن در تو همو میکنن و او حرکت مدهن و دو تا گاب میارن بسته میکنن و از اون کارخانه ای که میگه نه 4 فرسخه از همینا 40 تا دیگه اینجا بوده 40 تا بوده 6 تا دیگه خیابون به خیابون رفته 34 تا دیگه الان اسکلیت اینا بر پایه بله حاجی اونایی که آویزون کردی رو دیوار چیه؟ اونا همون قلبه رشقیل که گندمار وقتی که من پاک کنند اونجا تمیز کنند با اونا علاق ایجیر میکنند ها. در شهرستان خواف بیش از 210 آسپاد شناسایی شده که در حال حاضر بقایای 125 آسپاد موجود است. بحث مرمت آسپاد ها از سال 92 در دستور کار میراث فرهنگی قرار گرفت، اما با استقرار پایگاه آسپاد های ایران در نشتیفان در سال 96 این موضوع به شکل جدیتری دنبال شد و آسپاد های مجموعه خواف، نشتیفان، خردگرد، براباد و سنگان از حدود 30% تا 90% 100% مرمت شده. در حال حاضر از مجموع 34 آسپاد موجود در شهر نشتیفان 6 آسپاد آماده به کار است، یعنی در صورت استقرار آسیابان و وزش باد میشه از این آسپادها برای خرد کردن و آرد کردن گندم استفاده کرد که در حال حاضر فقط 2 آسپاد که در مالکیت آقای اعتباری است به طور عملی مشغول خرد کردن گندم و تهیه آرد است. در مورد قدمت آسپادها، خب خود آسپادها رو بدون شک کار ایرانیان میاد که قبل از اسلام ما مدارک و شواهدی داریم که آسپاد در ایران وجود داشته که قدیمی ترین آسپادهای شناسایی شده در ایران مربوط به سیستان هست. اما آسپادهای محدوده خواف بیشتر به اواسط دوره اسلامی، مخصوصا دوره تیموری و صفوی نسبت داده شده. در خصوص آقای اعتباری باید بگم که ایشون در حال حاضر تنها آسیابانی هست که در این حرفه مشغول به کار است و به عنوان میراث زنده بشری در حرفه آسیابانی معرفی شده و جز معدود افرادی است که حدود 40 تا 50 سال هست به این حرفه اشتغال داشته و زمانی که آسیاب آتشی جای آسپادها رو گرفت، ایشون باز هم با همین آسیاب سنتی خودش مشغول به کار بوده و سالیانه نیاز تعدادی از مردم منطقه رو با این حرفه داره رفع میکنه. از که اینجا زندگی میکنی؟ از وقتی که مهمینا خودمو ساختم. از آن موقعی که همینجا بودن آسپادا بودن؟ همه زندگی ما همی خانه رو ما خودمو ساختم چیز بودن همینجا این منزل نبوده اینجا یک تا پسر که با شطار میردن دیگه شطارات شب چیز میکردن و دمینجا جمعاری میکردن و شطارات بود همیشه ماشین نبود یک شطار بود شطارات شب قطار میکردن و زنگ بر اینو اینو بسن میکردن مرفتن گرم 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 تا هر جا مرفتن بمونجون مرفتن شطار بیده خواه ماشین نبوده ممس خوب نشتیم